لباس فضایی جدید ناسا به شما اجازه می دهد در ماه زندگی کنید. سازمان فضایی ناسا اکنون در حال آماده شدن برای ارسال یک زن و یک مرد به ماه در سال 2024 میلادی. این یعنی تا 3 سال دیگه شاید نخستین مأموریت در سطح کره ماه بعد از سالها خواهیم بود. لباسی که ناسا برای این مأموریت طراحی کرده بسیار خوش قیافه است و مجهز به انبوهی از قابلیت‌های مختلفه. ناسا از لباس‌های جدید خودش برای استفاده فضانوردان رونمایی کرد. لباس‌های جدیدی که به خاطر پیشرفت‌های چشمگیر فناوری فضایی به نسل بعدی کاشفان ماه اجازه میده با راحتی بیشتری در ماه حرکت کنند. همراهان تکسون تیوی سلام. به کانال ما خوش اومدید. امروز قصد داریم در مورد لباس فضایی جدیدی که ناسا رونمایی کرده صحبت کنیم. ولی خوشحال میشیم قبل از شروع ویدیو به کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. رونمایی از لباس جدید فضانوردی. این لباس جدید که واحد تحرک خارج از سفینه یا XEMU نام داره، نه تنها بر مبنای اون چیزی که در مورد ماه یاد گرفتیم، بلکه با اتکا به نیم قرن پیشرفت در حوزه فناوری لباس‌های فضایی ساخته شد. به گفته ناسا در ساخت این لباس فضایی که رونمایی شد، از درس‌هایی که از مأموریت‌های آپولو آموخته شده هم استفاده شده. فضانوردان از مأموریت‌های آپولو آموختن که اصلی ترین خطر در ماه این نیست که گرد و غبار پودری اون از وزن فضانوردان پشتیبانی نکنه، بلکه این خطر از ذرات گرد و غبار ریز و شیشه مانند میاد که میتونن به بندهای لباس فضانوردان برخورد کرده، سامانه‌های پشتیبانی از زندگی رو آلوده و به ششها نفوذ کنن. ویژگی لباس XEMU. در این لباس جدید نه تنها بندهای لباس فضانوردان و سامانه‌های پشتیبانی از زندگی به گونه‌ای طراحی شدن تا مقاومت بیشتری در برابر گرد و غبار داشته باشن، بلکه سامانه پشتیبانی از زندگی قابل هم مشابه کوله پشتی اون نمونه مینیاتوری نسخه‌ای هستش که توی آپولو، اسپیس شاتل و ایستگاه بین‌المللی فضایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این به این معنیه که این سامانه نه تنها ابعاد کوچکتری داره، بلکه بخش‌های اضافی بیشتری هم داره که میتونن در زمان بروز اختلال در کار کرد امنیت بیشتری رو برای فضانورد به ارمغان بیارن. این لباس جدید بر اساس یک طراحی پیمانه‌ای ساخته شده که نه تنها تنخور راحت و مناسبی رو برای فضانورد ایجاد میکنه، بلکه خودش رو با مأموریت‌های مختلف در ماه یا جاذبه صفر تطبیق میده. کلاه ارتباطی. علاوه بر امکانات دیگه تبیه شده در این نسل از لباس‌های فضایی، کلاه ارتباطی یا کامونیکیشن کپ که میکروفون و ایرفون‌ها رو توی خودش جای داده، با یه سری میکروفون‌های هوشمند در داخل لباس جایگزین شده که میتونن به طور خودکار صدای فضانورد رو ردیابی کنن. درست مثل دستیارهای صوتی که امروزه در خیلی از خونه‌ها یافت میشه. گستره وسیعی از دماهای مختلف. لباس ناسا به گونه‌ای طراحی شده که بتونه گستره وسیعی از دماهای مختلف رو تحمل کنه. از منفی 157 درجه سلسیوس گرفته تا مثبت 121 درجه زیر تابش مستقیم آفتاب. سیستم حمایت از حیات پورتابل لباس هم به عنوان یک کوله پشتی پوشیده میشه و ضمن حذف کربن دی اکسید و رطوبت، هوای قابل تنفس رو در اختیار فضانوردان قرار میده. ضمناً این سیستم لباس قادر به تنظیم حرارت و فشار داخلی هم هست و به صورت دائمی وضعیت لباس رو پایش میکنه تا مشکلات احتمالی خیلی زود شناسایی بشن. سهولت در حرکت. در جریان مأموریت آپولو، فضانوردان برای حرکت کردن تقلا می کردن چون لباسشون اونقدر سنگین و جاگیر بود که حتی انجام کارهای ساده رو هم دشوار می کرد. کارهایی مثل خم کردن زانوها یا برداشتن چیزهای مختلف از روی سطح ماه. در واقع فضانوردان آپولو برای حرکت مجبور به جست و خیز کردن بودن. اما اون روزها به پایان رسیده و XEMU قرار انعطاف پذیری و سهولت در حرکت رو برای فضانوردان به ارمغان بیاره. به نظرتون آیا لباس فضانوردی XEMU برای سفر به مریخ هم مناسبه؟
خوشحال میشیم نظراتتون رو برای ما کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودین.